مذاکره با خارجی ها در تجارت. سلام و وقت بخیر. محیا سلیمانیون هستم از واحد مذاکرات بین الملل مجموعه بزرگ آراد برندینگ. شرح مذاکرات این واحد با متقاضیان خارجی به این شهر بوده است. آقای محمد دیالو از آفریقای جنوبی که ارتباط اولشون با ما از طریق تلگرام شکل گرفت و توضیحات لازم درباره مجموعه آراد برندینگ و نحوه همکاریشون با ما رو دریافت کردن و طی ادامه ارتباطشون در واتساپ با ما مستندات شرکت رو دریافت کردن و علاقمند به دریافت نمایندگی محصولات شرکت شدن که در ادامه فرم ثبت نام خود را پر کرده و به منظور تایید هویت یک ویدیوی معرفی برای ما ارسال کردند. و اما کشور سریلانکا، نماینده ما آقای دیلوشکا در این کشور که خود مالک یک دفتر هستند، ویدیو و مستندات لازم از دفتر خود را برای ما ارسال کردند که در حال تغییر دکوراسیون دفتر خود به منظور راه اندازی دفتر نمایندگی آراد برندینگ در کشور خود هستند. و اما آقای عبدالرحمن از کشور پاکستان که نماینده ما هستند در حال راه اندازی یک شوروم برای محصولات مجموعه آراد برندینگ در این ناحیه هستند. برمیگردیم به کشورهای آفریقایی. کشور نیجریه، آقای امانوئل نماینده ما از این کشور که از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط گرفتن و تمایل خودشون برای شروع همکاری با ما رو اعلام کردن، طی ادامه ارتباطشون با ما با شرکت به صورت کامل آشنا شدن. 50 شماره از فعالان اقتصادی این کشور برای ما ارسال کردن در زمینه محصولات کشاورزی و در ادامه یک ویدیوی معرفی به منظور دریافت نمایندگی محصولات آراد برندینگ برای ما ارسال کردن که طی روزهای اخیر برای ادامه همکاری به واحد مدیریت نمایندگی ارجاع داده شدن. مذاکراتی با خانم دبورا واری از کشور نیجریه داشتیم که ایشون مشتاق به دریافت نمایندگی شرکت آراد برندینگ شدن. همچنین قابل ذکر هست که ایشون فروشگاه مواد غذایی دارن و بعد از شناخت ظرفیت‌های شرکت تصمیم گرفتن که این مکان رو تبدیل به یک شوروم کنن. در حال حاضر مذاکرات با ایشون ادامه دارد. آقای کواسی نماینده ما در کشور غنا هستند که نمایندگی انواع چسب و کفپوش را دارند. ایشون اطلاعات محصولات مورد نظر را ارسال کرده و در حال بازاریابی برای این محصولات میباشند. آقای محمد صاحب 21 ساله از پاکستان خواستند که به جمع نمایندگان آراد برندینگ بپیوندند. ایشون ویدیوی معرفی و شماره فعالان تجاری رو برای ما ارسال کردند. بعد از راستی‌آزمایی اطلاعات ایشون به تیم مدیریت نمایندگی ارجاع داده شدند. آقای نورالدین که نماینده شرکت آراد برندینگ در ترکیه هستند، طی مذاکراتی که داشتیم بعد از ارسال بار پوست پسته درخواست سفارش دیگه‌ای هم دادند برای پوست پسته، پوست بادام درختی و پوست فندق. عکس و فیلم و مشخصات محصولات را فرستادیم و مذاکرات را به سمت بررسی قیمت پیش بردیم. آقای چنگیز کاراکوش از استانبول تولید کننده محصولات شیرینی و شکلاتی هستند. ایشون ویدیوی معرفی و چند ویدیو از خط تولید و بسته‌بندی شکلات را برای ما فرستادند و تمایل به همکاری با شرکت آراد برندینگ را دارند. طی مذاکراتی که با آقای عبدالمالک از کشور نیجریه داشتیم، ایشون با شرکت و ظرفیت‌های ما آشنا شدند و مایل به همکاری به عنوان نماینده فعال ما در کشورشون شدند و اطلاعاتی از محصولات مختلف را برای ما ارسال کردند. آقای گرشون کوفی آمدکانیا از کشور غنا که در حال حاضر در بحرین و در حوزه مواد ساختمانی فعالیت داره، برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده. ویدیوی معرفی از خودشون فرستاده و محصول انتخابیشون مواد ساختمانی سازی بوده. ایشون ویدیوهایی از سنگ‌های ساختمانی و سایر مواد مورد استفاده در ساخت و ساز برای ما ارسال کردند و قرار به بخش مدیریت نمایندگی ارجاع داده بشن. با فردی به نام آلمای هوئنجی از کشور اتیوپی صحبت کردیم، مستندات رو فرستادیم و درباره همکاری توضیحات لازم رو دادیم. ایشون برای همکاری با آراد علاقه‌مند شده و فیلم معرفی خود رو فرستاده. منتظر بقیه مستندات از طرف ایشون هستیم تا برای همکاری به بخش مدیریت نمایندگان معرفی شه. آقای عباس و اسامه از کشور نیجر با امضای تفاهم‌نامه و انتخاب محصول به عنوان نماینده آراد برندینگ در نیجر مشغول فعالیت هستند. ویدئویی از دفتر کارشون و در نیجر ارسال کردن که به عنوان دفتر نمایندگی آراد برندینگ فعالیت کنند.